سلام، خوش آمدید به ویژه برنامه صفحه 2 برای مرور سال 2019 میلادی. هر بار وقتی در پایان سال می نشینیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای سال، برای ما خبرنگاران هم روشن است که چند خبر از میان صدها خبری که مخابره کرده ایم بر زندگی حال و آینده مردم جهان تأثیر بیشتری خواهد داشت. در پایان دهه دوم قرن 21 زندگی ما تحت تأثیر اتفاقاتی هزاران کیلومتر دورتر بالا و پایین می شود، بدون آنکه در آن نقشی داشته باشیم یا حتی درباره این تأثیر چیزی بدانیم. در این برنامه به همراه همکارانم هم سعی می کنیم به پشت روی خبرها برویم و ببینیم چطور بعضی تحولات بدون آنکه ما در آنها نقش داشته باشیم تأثیری بر زندگی ما دارند. در کنار نفیس کوهنورد، گزارشگر ارشد خاورمیانه، کسرا ناجی، گزارشگر ارشد بین الملل، بهرنگ تاجدین، گزارشگر ارشد اقتصادی و ضیا شهریار، مسئول خبرهای افغانستان در وبسایت ویسی فارسی هستیم. ممنونم از هر چهار نفر شما که وقت گذاشتین در این روزهای شلوغ و پرخبر اینجا اومدین. از هر کدومتون میخوام کم و کوتاه اول توضیح بدین در این سالی که گذشت مهمترین خبرها به نظر شما در حوزه‌ای که پوشش دادید چی بود؟ نفیسه، از تو شروع میکنیم. فرناز، پایان داعش بود، پایانی که انگار پایان نخواهد داشت، اعلام شد از طرف آقای ترامپ. حالا به مرور تاریخ، به سری تاریخیش نخواهم گفت، ولی مرگ ابوبکر بغدادی بود، کشته شدن ابوبکر بغدادی بود که جسدش رو در کوهستان انداختن، مثل حالا مدل همون که با بن لادن کردن. بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا به صورت خیلی جدی در عراق بود و تظاهرات لبنان و عراق که به صورت همزمان تقریبا شروع شد، تظاهراتی علیه ساختار موجود در این دو کشور که بخشیش هم به ایران برمیگشت و همچنین افزایش حملات اسرائیل در سوریه علیه مواضع ایران بود. تاثیر شما؟ من فکر کنم که شاید مهمترین رویداد سال گذشته که ما پوشش دادیم تنش‌ها در خلیج فارس بود. نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک قدمی جنگ بود و همچنین بالا گرفتن تنش بین ایران و عربستان به خصوص و بدتر شدن روابط ایران و اروپا به خاطر اینکه همین تحریم ها اروپا و هر حال شرکت های اروپایی نمیتونن با ایران رابطه داشته باشن، نفت بخرن، ایران دسترسی داشته باشه به پول و این باعث شد که روابط با اروپا هم به اصطلاح خراب بشه و روی همه اینها روی وضع اقتصادی مردم تأثیر زیاد گذاشت. همین نارامی هایی که اخیراً در تهران دیدیم، اعتراض هایی که دیدیم، خودش نشون میده که چقدر فشار روی مردم زیاده و این فشارها اقتصاد ایران رو فلج کرده، پشت مردم رو خم کرده. بله، در اغلب استان ها بود، در فقط تهران هم نبود. ضیا، شما در افغانستان چه خبرهایی به نظر مهمترین بود؟ افغانستان هم سال بسیار پرتحول را پیش سر گذاشت، یعنی واقعا تحولات بسیار مهم، مخصوصا مذاکرات صلح آمریکا و طالبان که در قطر جریان یافت و بعد از 20 سال تقریبا 18 سال جنگ و حضور نیروهای خارجی در افغانستان امیدواری هایی به وجود آمد که بالاخره گروه بسیار تندرو طالبا حاضر شدن که با آمریکا روی میز مذاکره بشینن و هنوز هم مذاکرات جریان داره، ولی بالاخره یعنی بالاخره چهره طالبا را مردم دیدن، چهره رهبرایشون را مردم دیدن، در تلویزیون ظاهر شدن، چندین کنفرانس مهم مربوط به سال در کنار قطر دوحه در مسکو برگزار شد، در کشورهای همسایه برگزار شد و این پروسه همچنان جریان داره. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که هنوز داستانش ادامه داره و سه ماه پیش برگزار شد و نتیجه ابتداییش اعلان شد و همچنین 100 سالگی استقلال افغانستان که ما در وبسایت در بی بی سی فارسی به صورت اون یک پوشش همه جانبه و ویژه بهش داشتیم. دولت افغانستان توجه زیاد به این مسئله کرده بود که میشه بیشتر در مورد هزیم صحبت کنیم بعدتر. آره حتما، به خصوص که هر کدوم اینا حالا می‌خوایم نگاه بکنیم که چه تأثیرهایی داشته. بهرنگ، تو به نظر چه خبرهای مهمترین خبرهای سال بود؟ ببین، من فکر می‌کنم یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سال 2019 افتاد این بود که بحث تغییرات اقلیمی از یه بحث علمی یا حداکثر بین سیاستمدارا و سیاستگزارا تبدیل شد به یک جنبش مردمی بین المللی و تبدیل شد به سرخط خبرها در خیلی جاهای دنیا
و دیدید که دست آخر به این منجر شد که یک دختر 15-16 ساله بشه نماد یک جنبش بین المللی و شاید حتی جهانی در اعتراض به بحث تغییرات اقلیمی و اون چیزی که به نظر میاد فروگذاری یا کم کار کردن سیاستمدارا برای مقابله با اون بود. در کنار این ما در بازار نفت شاهد این بودیم که نقش اوپک باز داره نسبت به سالهای گذشته در بازار نفت کمتر میشه و نقش ایران مخصوصا در اوپک کم رنگ تر شده و عربستان و روسیه به نوعی شدن رهبران این کارتل کشورهای تولید کننده نفت. بحث در واقع رقابت تجاری و جنگ تجاری بین آمریکا و چین رو هم داشتیم که امسال به نظرم سالی بود که مردمی در کشورهایی که شاید حتی خیلی روابط گسترده‌ای از نظر تجاری با آمریکا و چین نداشتن هم دارن نتایجش رو می‌بینن و امسال سالی بود که این اتفاق افتاد و داریم می‌بینیم که یک جنگ تجاری بین دو تا ابرقدرت امکان نداره شما کاملا ازش کنار بمونین. ولی خب بهتر از همه می‌دونی که من بیشتر سال رو به در واقع پوشش خبرهای سریال آبگوشتی یا بازی تاج و تخت برگزیت گذروندم که خب خیلی چیزها رو در مورد بریتانیا، اتحادیه اروپا، سیاست و دنیای رسانه در سال 2019 به ما میگفت. به خصوص که در پایان سال، در هفته های پایانی سال یک انتخابات برگزار شد که اون انتخابات هم خیلی گویاست. بذار از همینجا شروع بکنیم و جلو بریم. به نظر تو برگزیت برای اینکه بحثی است که برای بسیاری از مردم در ایران به نظر میاد که بحثیه که به اونها هیچ ربطی نداره، آیا تو در این داستان چیزی میبینی که به مردم در ایران و افغانستان هم ربط پیدا میکنه؟ ببین قبل از هر چیزی این یک داستان، یک قشنگ سریال داستانی درام سیاسی واقعی بود که جلو چشممون اتفاق میافتاد. آدم بد داشت، آدم خوب داشت، شخصیت مثبت داشت، شخصیت منفی داشت، گره های داستانی داشت. یعنی اصلا به عنوان داستان اگه بهش نگاه کنید واقعا میتونستین از این داستان جذاب و پرکشش لذت ببرید. ولی مسئله اساسی اینه که برگزیت هر اتفاقی در آینده بیفته بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم جایگاه اتحادیه اروپا رو در مناسبات بین المللی تغییر میده، هم جایگاه بریتانیا رو که به نظر تا همین الان تغییر نداده. به نظر من، حالا میخوام نظر شما رو هم بدونم که اصلا غیبت بریتانیا به خاطر بحث برگزیت از بسیاری از بحث‌های بین المللی از جمله در مورد ایران یا افغانستان کاملا مشهود بوده در این سال‌ها. کاملا مشهود بود، به خصوص این یکی دو ماه آخر که اصلا من یادم نمیاد که چیزی از وزیر خارجه بریتانیا شنیده باشم. این همه مسائل داشت اتفاق میافتاد، کاملا سکوت، معلوم نبود این آقای راب، دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا اصلا کجاست. معلوم بود که اینها مشغله دیگری دارن، مشغلهشون برگزیته و مسائل دیگه همه در حاشیه است. به نظر تاثیرش چی میتونه باشه اینکه کشوری مثل بریتانیا غایب باشه؟ نظرتون هم میپرسم. خب از همین خروج بریتانیا از برگزیت خودش داستانی است، از حداقل از زاویه‌ای که من دارم بهش نگاه میکنم نشانی هست از کم شدن نفوذ بریتانیا در سیاست جهانی، در تصمیم گیری های بزرگ جهانی. ببینید وقتی بریتانیا جزئی از اتحادیه اروپا بود، اتحادیه اروپا با 28 عضو یک قدرت بزرگ هست. حالا بریتانیا کنار ایستاده، خب چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در تصمیم گیری ها وقتی از یه طرف شما ایالات متحده رو دارید، از طرف دیگه چین رو دارید، اتحادیه اروپا رو دارید، بریتانیا یک جزیره کوچک. من فکر میکنم خودش همین، اینکه ما از وزیر خارجه و از در ارتباط با سیاست های خارجی چیزی نشنیدیم، خودش انعکاسی بود از پایین رفتن تاثیر و نفوذ بریتانیا در جهان. خواستم از نظر نظامیش بگم که سال 2019 من سال نو رو در پایگاه نظامی مشترک آمریکایی‌ها و نیروهای ائتلاف گذروندم و بخش بزرگیش رو با نیروهای ارتش انگلیس بودم که بریتانیا بودم که تعلیم میدن
ارتش عراق رو در اون پایگاه انبار. و جالب بود که نگرانی عمده بسیاری از سربازا و حتی ژنرال هایی که اونجا بودن، فرمانده هایی که اونجا بودن، همین قضیه برگزیت بود. یعنی نمیدونستن که به کدوم سمت داره میره و صحبت این بود که دیگه شاید اون قدرتی که همیشه داشتن در این که صداشون رو حالا بیشتر بالا ببرن در حتی در جمع نیروهای ائتلاف، انگار که این حالت ابهام باعث شده بود که حتی نیروهای نظامی هم حس بکنن که نمیدونن وضعیتشون چی میشه. و نکته جالبتر این بود که در بینشون هم اسکاتلندی بود هم ایرلندی، یعنی در ارتش، و اونها نگرانتر بودن به خاطر اینکه خب کشور، یعنی برها زادگاهشون ایرلند شمالیه، اون یکی اسکاتلنده، و معتقد بودن که شاید این روند برگزیت باعث بشه که این اتحاد اصلا بشکنه، کاملا از هم بشه، یعنی فرو بپاشه و وضعیت نیروهای نظامی نامشخص بشه. خیلی بود افغانستان هم جالب بود، غیابت بریتانیا در مذاکرات صلح کاملا مشروط بود، دمارو صحبت میکردن به دلیل طبعا روند برگزیت، بخاطر از اینکه بریتانیا یک حضور بسیار دیرینه در بین افغانستان و پاکستان دارد، مسائل مربوط به مذاکرات صلح و اینا همیشه یک نقش اساسی داشته، ولی در این مذاکرات اصلا نماینده از بریتانیا حضور نداشت و همیشه بحث سفارت بریتانیا که ما هم در کابل گاه همشون صحبت میکنیم بود که ما واقعا مشغول حال و هوای خود ما هستیم ده. که این سرنوشت برگزیت بالاخره مشخص شد و کاملا مشهود برجسته. جالب هست که به هر حال خود در مورد مثلا کشتی گریس یک و اختلافی که بین ایران و بریتانیا هم مسلمش پیش اومد، انگار که باز آمریکایی ها نقش اصلی تری ایفا میکردن تا دولت بریتانیا اینجا پشت صحنه. فکر کنم این نفتکشی که بریتانیا در جبل طارق توقیف کرد در واقع پشتش فشارهای آمریکا بود و اینکه تصمیم گرفتن که تفنگداران آمریکایی با هلیکوپتر بر عرشه این کشتی پیاده بشن و این کشتی رو توقیف کنن. اون هم همین، فکر نکنم مسئله خاص خود بریتانیا بود، فشارهای بین‌المللی بود که روابط ایران و بریتانیا رو خیلی دچار بحران کرد، بحران جدی، و همینطور رفت آمد کشتیرانی رو در خلیج فارس، برای اینکه خب این توقیف درست در موقعی صورت گرفت که به اصطلاح ناامنی در کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز به اوج تازه‌ای رسیده بود و خیلی هم روشن بود. من یه تیکه از اون گزارش شما رو در جبل طارق آماده کردن اون رو ببینیم. کشتی نفتکش ایرانی گریس وان در آبهای ساحلی جبل طارق در کانون تازه ترین بحران میان بریتانیا و ایران، یکی از عوامل تنشی بزرگ و خطرناک در خلیج فارس، کشتی که تا حد گنجایش پر از نفت خام است. به گفته این مقام های جبل طارق که دستور توقیف آن را دادند، بیش از 2,100,000 بشکه. این کشتی الان بیش از 3 هفته است که اینجا در آبهای جبل طارق در 3 کیلومتری ساحل توقیفه. نشانه ای از اینکه این کشتی به زودی آزاد بشه وجود نداره، اگرچه کم و بیش روشنه که اگر قراره که بحران بین بریتانیا و ایران، این بزرگترین بحران در سالهای اخیر در روابط دو کشور، حل بشه، کلیدش در آزادی این نفتکشه. کشتی آزاد شد، تکلیفش چی شد بالاخره؟ کشتی آزاد شد برای اینکه سفیر ایران در لندن کتما تعهد داد که این کشتی مقصدش هیچ کشور تحت تحریم اروپا نیست و نخواهد بود. بنابراین راهی برای آزادی پیدا شد، کشتی آزاد شد و به راهش در مدیترانه ادامه داد. ولی همین بعدش خودش این به اصطلاح مسافرت این کشتی در آبهای بین المللی و در مدیترانه خودش نمادی بود از وضع ایران. یک کشتی پر نفت، 1,000,000 بشکه نفتش بود، همینجور سرگردان چند هفته اسمشو عوض کردن، نمیدونست کجا میخواد بره، نمیدونست کجا میخواد لنگر بندازه، ولی بالاخره علارغم تعهد سفیر ایران در لندن، این کشتی در سوریه نفتش رو تخلیه کرد، سوریه‌ای که تحت تحریم اتحادیه اروپا است. یعنی ایران به تعهدش عمل نکرد.
البته ایران همواره میگفتش که این تحریم که اتحادیه اروپا وضع کرده و ما بخشی از اون نیستیم. یادتون باشه آقای ظریف از توضیحات مختلف بدن توجیه کنن. بله. ولی ظاهرا تعهد داده بودن. نفیس در سوریه اشاره شد و تو به پایان داعش به عنوان یک چیزی که به هر حال اعلام شد آقای ترامپ یه سخنرانی کرد در موردش. ولی همین چند روز پیش دوباره یک گزارش اطلاعاتی در اومد که داعش داره دوباره سر برمیاره و تقریبا میشه گفت ما هر یک ماه یه گزارش اینطور داریم. یا حالا از طرف آمریکایی‌هاست یا از طرف ایران یا از طرف نیروهای حالا کرد عراقیه که مدام تاکید میکنن که داعش تموم نشده. و جالب بود که وقتی ما دقیقا لب مرز بودیم که لب مرز سوریه توی یه پایگاه توپخونه جدید الاحداث نیروهای آمریکایی و فرانسوی بودیم که خیلی سفت و سخت داشتن داعش رو هدف قرار میدادن و ما حتی وقتی اونجا بودیم 10 روزی که اونجا بودیم چند تا حمله انتحاری به مواضع نیروهای عراقی درست لب مرز سوریه هم شد. و آقای ترامپ یه روز بعد از اینکه ما اونجا رو ترک کردیم اعلام کرد که داعش تموم شده. و من یادم میاد که وقتی که با فرمانده ها داشتم تکس میزدم که چی شد و همشون میگفتن که ما هنوز خودمونم در شوکیم، یعنی فرمانده های آمریکایی میگفتن ما در شوکیم و یکیشون به شوخی نوشت مانور تبلیغاتیه نه؟ اینا داشتم میگفتن یکیشون واقعا نوشت که ما فقط یه توییت فاصله داریم با اینکه بدونیم داعش تموم شده یا نشده وقتی که هنوز خودمون در زمینیم داریم میجنگیم. مسئله اینه که بخشیش اینه که همه انگار داعش رو لازم دارن. همه داعش رو لازم دارن، یعنی از ایرانش گرفته آمریکاش، نیروهای کرد، نیروهای عراقی، به زمانی که لازم میگن؟ دارن میگن که حالا یکیشون نیروهای آمریکایی از اول حضورشون رو در سوریه و عراق با داعش تعریف کردن و گفتن که تا زمانی که داعش باشه ما هم هستیم. خب این تعریف رو نتونستن خیلی عوض بکنن و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که داعش تموم شده اولش هم اعلام کرد که خب دیگه نیروهامون هم از سوریه قرار بیان بیرون. البته تو این نیروها هنوزم هستن، نیروهای آمریکایی هنوز در سوریه هستن به رغم اون اعلام. در مقابل مثلا نیروهای عراقی را می‌بینیم، دولت عراق هم می‌بینیم، یک روز میگه که ما پیروز شدیم بر داعش، بعد که تظاهرات اتفاق می‌افته به نوعی باز هشدار میدن. البته اینا نفی این نیست که خطر این گروه هنوز وجود داره، اینا گروه‌های شبه نظامی هستند، اینطور نیست که راحت از بین برن. سالها جنگ با طالبان، با القاعده ادامه پیدا کرده، ولی داعش به اون شکل بزرگش رو خیلی هنوز جای بحث هست که آیا میتونه دوباره یاد بالا برگرده. ولی مثلا اینه که همین یک روز گفتن تموم شده، یک روز گفتن 10,000 تا، یک روز گفتن 20,000 تا، یک روز گفتن نه فقط 1,000 تاست. و از اون گزارش که صحبت کردی یه تیکر رو آماده کردن، بذاریم اون تیکر رو ببینیم. اینجا توپخانه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست که حدود 1 ماه پیش در آخرین نقطه خاک عراق لب مرز سوریه پا شده. اینجا که ما هستیم نیروهای آمریکایی، فرانسوی و همچنین ارتش عراق در امتداد هم قرار گرفتن و مواضع داعش رو در خاک سوریه هدف قرار میدن. خب نفیسه در مورد این گزارش زیاد بیشتر به ما بگو، گفتی در کجا بودی میون نیروهای هم؟ این نقطه استراتژیکه، درست لب مرز سوریه است. و نکته جالب اینجا همین بود که فاصله بین مواضع نیروهای آمریکایی و نیروهای 8 شعبی که ارتباط خیلی نزدیکی با ایران دارن و حتی نیروهای ایرانی که در اونور مرز در ارباب‌الکمال در حقیقت استقرار داشتن به عنوان حالا مشاور یا کسانی که داشتن کمک میکردن به نیروهای شبه نظامی اونور در سوریه، خیلی فاصلش کم بود. انقدر فاصلش کم بود که در بسیاری از ایست بازرسی ها ما از ایست بازرسی هایی میگذشتیم که حتی عکس آقای خامنه ای رو هم میتونستیم ببینیم. و وقتی که داشتیم فیلم میگرفتیم نیروهای آمریکایی بعضیشون نمیدونستن، چون هم عکس آقای سیستانی هست اون مسیر، هم عکس آقای خامنه ای، و میگفتن شما چی رو دارید فیلم میگیرید؟ گفتیم شما دارید از مسیر رد میشید که عکس رهبر ایران اونجا نصب شده از طرف گروه های طرفدارشون.
ولی آمریکایی‌ها از چک بازرسی ایران بله رد میشن. مال ایرانی‌ها نیست، مال هشت شعبیه. ولی خب این نیروهای هشت شعبی که لب مرز هستن مشخصا نیروهایی هستن که خیلی نزدیکترن به ایران. و اونجا ما با مغازه‌دارها هم صحبت می‌کردیم، اونا هم جالب بود از این تناقض می‌گفتن، گفتن هم نیروهای آمریکایی از اینجا رد میشن، هم بعضن نیروهای ایرانی میان چون فارسی حرف میزنن میان از ما خرید میکنن دوباره برمیگردن به سوریه. اینو ما می‌خوام یه ذره بیشتر باز بکنیم. در قضیه هشت شعبی و در واقع نفوذ هشت شعبی و نگرانی از نفوذ هشت شعبی به شکلی که سپاه پاسداران ایران در ایران نفوذ داره در میان سیاستمداران عراقی باعث نگرانی عمده شد. خیلی از اونها رفتن حتی به دیدار مقام ها در عربستان به نوعی، و گفته میشد در اون انتخابات قبلی که نگرانی عمده شون ایرانه. بعد از انتخابات ولی انگار دوباره به ایران به نوعی نزدیک شدن بعضی از این مقامات و مسئولان. کمی در مورد وضعیت ایران در عراق بیشتر به ما بگو. تو اونجا زندگی کردی، در اربیل بودی، به ما بگو که واقعا چقدر میشه نفوذ ایران رو دید در زندگی روزمره مردم، و آیا واقعا اینطور هست که شعارهایی که میشنویم گاهی در خیابون علیه ایران از چی میاد، از چه پس زمینه ای میاد؟ حضور ایران رو میشه از شمال تا جنوب دید. حالا این حضور لزوماً نه حضور خیلی منفیه نه حضور خیلی مثبته. اگر بخوایم از کالاها شروع بکنیم، شما از سلیمانیه که وارد بشین بیشتر از پفک چیتوز میتونید پیدا بکنید تا خیلی از محصولات دیگه، کاله و هرچی که خامه صبحانه و این چیزا میتونین پیدا بکنین که از ایران اومده، تا بخش جنوب. از کرکوک که رانندگی بکنید برید به سمت مرز سوریه، در مسیرتون میتونید تعداد زیادی عکس‌های رهبر ایرانو ببینید که در کنار آیت الله سیستانی نصب شده. وقتی هم که صحبت میکنیم میگن که اون برای ما رهبر ایران نیست، بعضی از گروه ها میگن برای ما رهبر ایران نیست، یک مرجع دینیه، برای همینم هم نصب کردیم در کنار عکس کسانی که در جنگ با داعش کشته شدن. بخاطر اینکه به هر حال این پنهان نیستش که ایران بود که اومد کمک کرد هشت شعبی عملا این شکل گرفت، به این شکل از طرف گروه هایی که قبلا هم همراه ایران علیه صدام بیشترشون می جنگیدن. ولی یواش یواش این گروه دیگه خیلی قدرت پیدا کرد. شما یعنی ما همین تو همون سفری که داشتیم یه نکته جالب برامون اتفاق افتاد که خیلی صحبت نکردم در موردش هیچ وقت. ما با ارتش عراق بودیم، در ایست بازرسی هشت شعبی ما رو نگه داشتن، با اینکه ما برگه داشتیم از بغداد و اجازه رسمی داشتیم از مرکز فرماندهی عملیات مشترک. هشت میگفت شما از ما اجازه نگرفتید، با اینکه یک در حقیقت مقام ارتشی با ما بود اجازه نمیدادن. ما رو نیم ساعت اونجا نگه داشتن و میگفتن برای ما فرق نمیکنه که ارتش باهاتون باشه یا هر کسی، شما باید از ما جداگانه اجازه میگرفتین. یعنی این گروه ها گروه های هم قدرتمندی هستن، هم برای خودشون دفتر دستک اطلاعاتی و اینها دارن. یک طرف بحثشون هم اینه، چون زمان حضور یعنی ظهور داعش ارتش ترک کرد موازش رو، این گروه ها توجیهشون این بود که ما دیگه دوباره نمیتونیم امتحان بکنیم و واگذار بکنیم وضعیت رو به این متوجه. ولی در مقابل حالا برمیگردیم اگر فرصت شد به تظاهرات که من توضیح میدم که چرا این شعارها رو ما داریم الان میشنویم. در مورد تظاهرات صحبت کنیم. من فقط میخواستم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم در مورد نقش قضیه عراق و اوپک و در واقع همکاری ایران و عراق در اوپک، اگه همکاری هست، چون به نظر میاد که عراق داره از فرصتی که پیش اومده بیشترین استفاده رو میکنه. فرصت در واقع حذف ایران از بازارها به عراق این فرصت رو داده که خیلی از بازارها رو از آن خود بکنه. دقیقاً. ببین، عراق داره میبینه که ایران و تا حدی ونزوئلا به سرنوشتی دچار شدن که سالهای سال عراق دچارش بود، اینکه ظرفیت افزایش تولید نفت خامش رو داشت ولی چون امکان صادرات نداشت نمیتونست با اون ظرفیت تولید کنه. و اتفاقی که توی چند سال اخیر افتاده اینه که عراق با حد اکثرش سرعت، شاید سریعتر از هر کشور دیگه‌ای در دنیا، داره ظرفیت تولیدش رو بالا میبره. و حتی تو نشست اخیر اوپک دعوا شد و نماینده آنگولا اون جلسه معروف 7 ساعته وزرای نفت اوپک جلسه رو ترک کرد به خاطر اینکه عراق حاضر نبود که به سهمیش پایبند بمونه و میگفت که من کشور جنگ زدم، سالهای سال نتونستم نفت تولید کنم، الان احتیاج به پولش دارم، هر سنت و هر دلاری رو لازم دارم برای بازسازی
بازسازی کشور، و این درست در شرایطی اتفاق میفته که ببین عراق که حاضر نیست بازی کنه، ایران و ونزوئلا هم که کلن از داستان خارجن به خاطر اینکه شما توی سازمانی مثل اوپک اون چیزی که بهت قدرت چونه زنی میده ظرفیت خالیت برای نه فقط افزایش تولید که افزایش صادراته، چون میره پای میز چونه زنی میگه که من میتونم 2 میلیون بشکه در روز صادراتمو بالا ببرم ولی این کارو نمیکنم، شما هم مثلا 500,000 تا کم کن که قیمت پایین نیاد. حالا ببین این دقیقاً در شرایط اتفاق میفته که اولا سهم اوپک از بازار داره کم میشه، اوپک شاید حدود 10 سال پیش تقریبا نصف نفت خام دنیا رو تولید میکرد، الان کمتر از 30%ش رو داره تولید میکنه، درنچه اون تواناییش برای کنترل قیمت و بازار جهانی نفت داره کمتر میشه، و به همین خاطره که شما میبینید روسیه و کشورهای دیگر وارد کرده، اما اومدن روسیه هزینه داره. یه بخشی از گزارش تابستون هم از نشست قبلی اوپک رو ببینیم با هم. این نشست اوپک در شرایطی برگزار میشه که بعضی از اعضای این سازمان از جمله ایران نگران تسلط و نفوذ بیش از حد روسیه و عربستان بر تصمیمات این سازمان هستند. ایران از آنچه همراهی بعضی از اعضای اوپک با تحریم‌های آمریکا می‌بیند هم ناراضی است. آقای وزیر، اعضای اوپک چه شکلی می‌تونن همبستگیشون رو با ایران نشون بدن؟ اگه این چیزیه که شما نگرانشین، اگه این چیزیه که نگران این نبودم، نگران این بودم که اوپک یک جانبه تصمیم گرفته نشه، یک نفر یا دو نفر از جانب اوپک حرف نزنن. اوپک یعنی 14 نفر با حق مصوبه. ما فعلا می‌خوایم اونا دست از دشمنی بردارن با ما. ما با هیچ کس دشمن نیستیم. و هیچ کسی هم تهدید نمی کنیم و درخواستمون هم این است که دست ما رو بفشارند، نه اینکه پشت دست ما بزنند. جالب هست همین مسئله که در واقع ایران به نوعی از تمام اون تصمیماتی که داره عربستان و در واقع روسیه با همدیگه توافقاتی میکنن در اوپک پلاس بیرون هست، و تأثیر این در آینده فروش نفت ایران چی میتونه باشه خودش یک بحث بسیار مهمیه. ایران تا الان توی این چند نشست اخیر موفق شده که بگه که من رو از سهمیه بندی و از کاهش تولید و اینها بذارید کنار، به خاطر اینکه من اصلا شرایطی نیستش که بتونم تصمیمی بگیرم و اصولا هر تصمیمی هست باید بین خودتون بگیرید. ولی سهمش هنوز همون سهم قدیمه، یعنی میتونه اگه بتونه میتونه بفروشه. اگه بتونه میتونه ولی مثلا اینه که نمیتونه تولیدشو بالا ببره، مشتری نداره. و نکته‌ای که هستش اینه، تو حرفای آقای زنگنه یه نکته کلیدی هست، اوپک از روزی که راه افتاد بر اساس اجماع آرا بود، اما اتفاقی که توی از وقتی که این اوپک و نان اوپک، اوپک و غیر اوپک، اوپک پلاس، اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، از وقتی این سیستم همکاری شروع شده، شما قبل از اینکه وارد اصلا اجلاس شروع بشه میدونید که مثلا روسیه و عربستان، مثلا توی موردی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز قبل از شروع نشست اوپک جلسه داشتن، همون موقع خبرش اومد که اینا تصمیم گرفتن که 1,200,000 بشکه تولید کم کنن، 800,000 تا اوپکیا، 400,000 تا غیر اوپکیا. و این یه چیزیه که برای ایران خیلی نگران کننده است، ولی مشکل اینه که الان تقریبا متحد زیادی نداره، به خاطر اینکه ونزوئلا که متحد طبیعیشه به وضعیتی مثل ایران دوچاره، عراق اصلا نمیخواد وارد این بازی بشه، میگه فقط به من کار نداشته باشین، کسای دیگه‌ای که کشورهای دیگه‌ای که ممکن بود متحد ایران باشن مثل قطر تصمیم گرفتن اصلا اوپکو ترک کنن، در نتیجه ایران یه جورایی منزوی شده حتی در اوپک و امکان چونه زنی هم نداره، به خاطر اینکه اون اهرم چونه زنی یعنی ظرفیت افزایش صادرات رو کاملا از دست داده. این در واقع تصویری که به ما دادی از در واقع اختلافات ایران و عربستان، نقش روسیه، نقش قطر، اینا، این بازی در افغانستان هم به طور جالبی تکرار میشه، یعنی شما میبینید که دعوای ایران و عربستان در افغانستان هم تاثیرگذار هست و کاملا میشه دید. دقیقاً افغانستان یک میدان رقابت قدرت‌های بین‌المللی و همچنین قدرت‌های منطقه‌ای، به ویژه ایران و عربستان یعنی یکی از منابع میشه گفت جنجال ها در افغانستان هستن در حد معین. ایران هم با آمریکا در اونجا رقابت داره،
هم مسائل است که مورد علاقهش از جمعیت شیعه افغانستان، جمعیت فارسی زبان افغانستان. حتی سعی کرد ابتکار عمل رو در مذاکرات طالبان هم دست بگیره. یه دفعه اونا رو دعوت کرد، تهران جلسه داشتن. تا حالا تقریبا 3-4 بار هیئت طالبان در قطر، هیئت دفتر سیاسیشون به تهران سفر کردن، و در آخرین مورد حدود یک ماه پیش ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان به تهران رفت، سفر کرد، با مقامات ایرانی دیدار کرد. دولت افغانستان اعتراضش تقریبا بلند شد که هیچ میدونیم دیدار... چی میگذره در این دیدارها بین ایران و طالبان، چون اگه یاد باشه سالهای قبل، در مثلا 20 سال پیش قبل از بلافاصله بعد از در واقع 2001، یه بخش بزرگی از طالبان گفته میشد که در ایران هستن، یعنی بعضی از سرانشون حتی در ایران هستن، بعضی از اونها بعدها گفته شد که در داخل ایران کشته شدن وقتی که مثلا دنبالشون بودن. روابط ایران و طالبان الان چگونه است؟ روشنه؟ میدونیم که پس سقوط طالبان در افغانستان، ایران یک بازی نسبتاً پیچیده را در قبال افغانستان به پیش گرفت. پیش از او روابط طالبان و ایران یک رابطه کاملاً خصمانه بود. طالبان به عنوان یک گروه سنی تندرو هیچ نوع زمینه برای به حساب رابطه و همکاری با ایران نداشتند، و ایران از گروه های مخالف طالبان در جنگ حمایت میکرد، از ائتلاف شمال گفته میشد، جبهه مقاومت علیه طالبان. ولی بعد از اینکه طالبان سقوط کردند، در اوایل ایران با آمریکا همکاری کرد، ولی به زودی خب متوجه شد که آمریکا دشمن بزرگتر است برش، در افغانستان میخواد پایگاه بسازه، در افغانستان میخواد نفوذ داشته باشه. بنابراین کم کم به این فکر شد که نیروهایی که علیه آمریکا هستند در افغانستان با اونا باید خود نزدیک بسازه، و مهمترینشان طبعا طالبان بود. و تقریبا به نظر میرسه که خب حالا داستان به جای رسیده که طالبان وارد مذاکره، آمریکا وارد مذاکره با طالبان شده، و ایران در سالهای اخیر چندین بار متهم شد که در غرب افغانستان از طالبان حمایت میکنه، برشان سلام میده در ولایت فرا، در ولایت غور در غرب افغانستان، و البته که ایران رد کرده. و در سال یکی دو سال اخیر که دیدارها و صحبتهای نماینده های طالبان و ایران بسیار واضح و روشن است، و استدلال ایران نیست که همه با طالبان مشغول مذاکره هستن، آمریکا مستقیم مشغول مذاکره است، در روسیه سفر میکنن، میبینن ما چرا باید محروم باشیم از این مذاکرات. آیا الان واقعا طالبان همون جایگاهی رو داره که مثلا در 8-10 سال قبل داشت، یا کم کم داره این جایگاه جابجا میشه؟ داعش هست اون گروهی که در واقع بیشتر حالت جنگندگی داره، بیشتر در واقع حملات رو داره سامان میده، و طالبان داره تغییر رویه میده، پوست اندازی میکنه. داعش یک پدیده جالب است، بیشتر نفیسه در عراق، سوریه، وضعیتشون رو توضیح داد، بسیار شباهت داره با در افغانستان هم. مثلا حدود 1 یا 2 هفته پیش رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که ما داعش رو شکن کردیم، و البته بار اول هم نبود، چندین بار بود. آمریکا یا مثلا رئیس جمهور آمریکا در آغاز سال گفت که مثلا ما داعش رو در افغانستان ریشکن میکنیم. مثل یک پدیده است که همه و نحوه برای توجیه حضور نیروهای خارجی، برای از اینکه مثلا گاهی آقای غنی متهم میشه که چرا طالبان، چرا داعش ظهور کرد، یعنی وجودش در افغانستان به وجود آمد، دلیلش بود که این دولت جدید افغانستان پس از 2014 بسیار در مورد تهدید داعش صحبت کرد، به خاطر از اینکه توجه آمریکا و توجه جامعه بین الملل به افغانستان نگاه بکنن، پول و پول و کمک و اینها را، و چی بسا که دولت خودش متهم شد که مثلا در شرق افغانستان از به وجود آمدن گروهی به نام داعش حمایت کردن، حتی طالبان این مسئله را بهش اشاره کردن. و طالبان و داعش در نقاط مختلف افغانستان با هم جنگ کردن. طالبان قطعاً در موقعیت متفاوت هستن، از نظر سیاسی مشروعیتشان بیشتر شده، از نظر جغرافیا مناطق بیشتر را تحت کنترل خود دارن، گفته میشه حدود 50-60% از مناطق افغانستان حالا به نحو زیر نفوذ طالبان هست، و موقعیتشان در منطقه هم که گفتیم رابطشون با ایران، با روسیه، با کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان اصلا تعجب آور است، باور نکردنی است که حیاتای از اینا میرند اونجا مذاکره میکنن، میشینن صحبت میکنن. و در یک سال مذاکره که جریان داشته بین آمریکا و طالبان، چیزی که بسیار عجیب بودی که دولت افغانستان کنار گذاشته شده بود، و آمریکا در مورد آینده افغانستان به نحوه با طالبان صحبت میکنه، که طبعا بازم با توییت آقای ترامپ که در آستانه یک نوع امضای توافقنامه بودن، او توییت متوقف ساخت. در غیر از او گفته میشد که در کمپ دیوید نماینده های طالبان در کنار آقای ترامپ میشینن و توافقنامه صلح را امضا میکنن. مردم افغانستان چه احساسی دارن در این ارتباط که
از طالبان همه جا در بیرون کشور داره به گرمی استقبال میشه و همین طالبان هستن که مسئول کشتار روزانه مردم تو خیابونای کابل. مردم اگر مثلا معیارشه و نحوه مثلا انتخابات اینا بگیریم که در انتخابات گذشته حضورشون خیلی کم رنگ بود و از انتخابات و از روند دموکراسی و اینا به نحوه ناامید شدن تا حد در بدل لذی که ادعاهای تقلب، ادامه ناامنی و اینها یک خستگی وجود داره که از روند صلح اینم یک نکته است که آدم باید تاکید بکنه روش که یک حمایت دیده میشده بین مردم، یعنی یک بنبست باید بشکنه، حتی اگه به گاه هزینه های بلند هم بهش پرداخته میشه از گروه های مختلف دیگه، آدم از احزاب مختلف، مثلا مهمترین مخالفین طالبا گروه های غیر پشتون در شمال افغانستان، اونا دارن این صحبت میکنن که ما باید یک نوع تعامل بکنیم دیگه در نهایت. ولی خب یک روند بسیار پیچیده و ترسناک است که دولت افغانستان حضور نداشته این پروسه، تعداد زیاد مردم نگران هستند که طالبا را بالاخره دولت آمریکا همه چیز را برای طالبا تسلیم بکنه و از افغانستان بیرون شوه و بعد داستان گذشته است، چون به اون شکل که طالبا در افغانستان بودن قطعا مردم او را نمیپذیره و بازم ادامه جنگ خواهد بود و خونریزی و اینها. تنها امیدواری که دارن نیست که طالبا یک کم متفاوت تر باشن. این یک نوع شباهتی هست بین اینکه چطور این گروه ها کم کم تبدیل میشن به کسانی که شما باید برید باهاشون مذاکره هم بکنید. الان مثلا بحث در عراق هم همینه که نگاه ها به اینه که آمریکا کم کم شروع کرده یا همین عربستان شروع کردن با بعضی از گروه های شیعه که تا قبل از این حقیقت مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن به نوعی دارن مذاکره میکنن یا ازشون کمک میگیرن یا استفاده میکنن. تو همین تظاهرات ما داریم میبینیم که خب بخش بزرگی از این تظاهراتی که در عراق داره اتفاق میفته در بخش که در مناطق شیعه نشین تا الان در جریان بوده، یعنی شهرهای سنی نشین نپیوستن، کردها نپیوستن، بیشتر متمرکز شهرهای شیعه نشین بوده و در صدر اونها گروه های صدری هستن. گروه های صدری همین کسانی هستن که جیش المهدی رو در اختیار داشتن. شما همین الان هم به محله صدر برید، اینها ضد آمریکا هستن و میگنم این رو واضح بهتون میگن که ضد آمریکا هستن، ولی از طرف همونها ما شعارهای ضد ایران رو هم داریم میشنویم و خب میبینیم که آقای صدر میره عربستان سعودی در صورتی که قبلش مدام عربستان رو در حقیقت عامل خیلی از تحرکات گروه های مسلح سنی میدونست، خیلی متهم میکرد، ولی الان این جبهه بندی ها داره تغییر پیدا میکنه. و یه سوال که پرسیده بودی که این الان جایگاه ایران چیه در عراق، هم در عراق هم در لبنان خیلی سخته که بگیم که کسی دست بالا رو داره، به خصوص در عراق. این تصور که ایران یا آمریکا هر کدومشون دارن کنترل میکنن این کشور رو اشتباهه. هر کسی یک محدوده‌ای برای فعالیت‌هاش داره. اما چرا ما از میدان تحریر بغداد بالفرض شعارهای ضد ایران میشنویم؟ بخشش برمیگرده شاید به سیاست‌هایی که ایران در پیش گرفته بود یا در پیش گرفته که خیلی ها معتقدن در عراق بخش از نگیم خیلی ها بخشی از جامعه عراق به خصوص بخش جوان جامعه عراق معتقدن که ایران به خود عراق احترام قائل نیست، به استقلال عراق احترام قائل نیست. این گروه ها بیش از اندازه گروه های هشت شعبی یا گروه های سیاسی که قبلا در ایران خیلی هاشون زندگی میکرد خیلی زیادی به ایران نزدیکن. جالب است که به هر حال خبرهایی هم که میرسه، مثلا اینکه قاسم سلیمانی در اوج تظاهرات در عراق سفر کرده به اون اونجا در اوج تظاهرات در همه پرسی کردستان عراق در همه اینها من یادم میاد که از آقای بارزانی وقتی که پرسیدم که گفتن که آقای سلیمانی اینجا بود، گفت بله دیشب اینجا بود و ما صحبت طولانی با هم داشتیم که برای همه خیلی عجیب بود که خیلی بله حضورشون دقیقاً، ولی خب برایشون برای خیلی ها انگار که غرورشون جریحه‌دار میشه. آمریکایی‌ها این رو الان یاد گرفتن، میدونن، درس گرفتن. الان شما هر کاروان آمریکایی که بیرون میره حتما در مقابلش در جلوش یک ماشین عراقی با پرچم عراق داره میره، در صورتی که خیلی ها میگن که سپاه پاسداران خیلی راحت میاد و میره و حتی وارد سوریه هم میشه از عراق. این مسئله دخالت‌های ایران در کشورهای همسایه الان یکی از مسائل عمده ایران هست.
در یکی از خواسته های آمریکا از ایران دقیقاً اینه که این دخالت ها رو خاتمه بده بهش. همین به اصطلاح نفوذی که در عراق داره از طریق این گروه های به اصطلاح فشار 100% رو هم که میگفتن واقعا الان میشه، یعنی که حس کرد چون هم تحریم دارن میکنن گروه های نزدیک به ایران رو، هم میبینیم که اسرائیل داره پشت سر هم مواضع نیروهای نزدیک به ایران یا حالا اون پایگاه هایی که میگن مال ایران رو میزنه در سوریه و عراق. کسا شما این کنفرانس خبری در کنفرانسی که در مکه بود یادتونه که اونجا هم رفتین، کمی در مورد اون به ما بگین. در واقع این مسائل اون در ببینید، ما بهار داغی داشتیم، تابستان داغتری رو پشت سر گذاشتیم و اون کنفرانس در شروع این چیزها بود، وقتی که درجه حرارت بالا رفته بود، یکی دو تا حمله در دهانه خلیج فارس در فجیره اتفاق افتاده بود و همه داشتن ایران رو متهم میکردن که در این حملات به کشتی های نفتکش دست داشته. حمله حوثی ها بود به خط لوله عربستان که از غرب عربستان به شرق نفت میبره و اون موقع بود که عربستان یک به اصطلاح تهاجم دیپلماتیک رو شروع کرد برای جمع کردن حمایت از کشورهای مختلف. طی 3 روز 3 کنفرانس سران برگزار کردن. روز اول کنفرانس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، روز دوم کنفرانس سران کشورهای عربی بود، روز سوم کنفرانس سران کشورهای اسلامی بود که تو همه این کنفرانس ها ایران رو به شدت محکوم کردن به خاطر همین عمل. به هر حال ایران کنفرانسی بود که اونجا عربستان در واقع یه جوری داره این کشورها رو میخره، یعنی خیلی به این کشورها کمک هایی میکنه. واقعا چه نقش و جایگاه عربستان در این کشورها، در میان این کشورها شما چطور میبینید؟ اینکه از لحاظ مالی نفوذ زیادی داره که شکی درش نیست و از طریق همین به اصطلاح نفوذ مالیه که نفوذ سیاسی میخره در خیلی از این کشورها. ولی خب خیلی از این کشورها هم چیز خودشون رو دارن، سیاست های خودشون رو دارن. من یادمه که همون در همون کنفرانس ها عمران خان از پاکستان آمده بود که بعد شروع کرد یک به اصطلاح تلاشی برای میانجیگری بین عربستان و ایران که البته به جایی نرسید. بعدش هم دیدیم که یک حمله بزرگی هم علیه تأسیسات آرامکو اتفاق افتاد. نزدیکان آقای صدر هم مدعی بودن که آقای صدر هدف اصلی سفرش به عربستان میانجیگری بین ایران و عربستان، نه نزدیک شدن به عربستان سعودی. ولی از اون طرف میبینیم که بلافاصله خب یه سرمایه گذاری های بیشتری از طرف عربستان در نجف و کربلا، جایی که الان کنسولگری های ایران رو به آتش کشیدن دیده میشه. و من میخوام یه مقداری در مورد این درگیری و نزدیک شدن به جنگ در خلیج فارس صحبت بکنیم. برای بسیاری از ماها 2-3 تا اتفاق بود که ما اون روز اومدیم سر کار و فکر کردیم که داره یه اتفاق بدی میفته، داره جنگ واقعی داره پیش میاد، مثلا بعد از اون پهپاد، مثلا بعد از آرامکو، ولی اتفاق نیفتاد. به جنگ تابستون، همین تابستون گذشته خیلی نزدیک شدیم به جنگ، یک قدمی جنگ واقعا. وقتی که ایرانی ها، نیروهای ایرانی پهپاد آمریکایی رو هدف قرار دادن، همون روز، روز بعدش ترامپ دستور داده بود که حمله بکنن به چند هدف در ایران و این هواپیماها بلند شده بودن. ظاهرا بر اساس گزارش هایی داریم هواپیماهای آمریکایی بلند شده بودن که به هدف ها حمله کنن، که در دقیقه آخر در هوا ترامپ نظرش عوض میشه، این چیز رو کنسل میکنه، حمله رو لغو میکنه به خاطر اینکه گفتش که آره به من گفتن که اگر این حمله ها صورت بگیره دست کم 150 ایرانی کشته میشه. ولی ما شما میدونیم که اینطوری نیست، یعنی اگر که رهبران تصمیم بگیرن جنگی به نفع مواضع در واقع سیاسی و حالا منافعی هست که خودشون فکر میکنن، اون جنگ رو ترتیب میدن و واردش میشن. در حالی که بهانه های زیادی هم بود، فکر میکنید چه بود دلیل اصلی که این جنگ اتفاق نیفتاد؟ البته خوشبختانه ببینید، من معتقدم که جنگ هنوز محتمل هست و میتونه اتفاق بیفته،
و اینکه این تحلیل آقای خامنه ای که جنگ نمیشه ما مذاکره نمیکنیم، من مطمئن نیستم بر چه اساسی مبتنی است این تحلیل. تحلیلی است که یه مقدار شاید رجزخوانی باشه، یه مقدار بر اساس داده هایی باشه که معلوم نیست از کجا آمده. آقای خامنه ای صحبتش اینه که جنگ نمیشه چون ما جنگ رو شروع نخواهیم کرد و آمریکایی هم جنگ نخواهند کرد که میدونن که ما واکنش خیلی تندی نشون خواهیم داد. شاید هم یه جوری حالا معتقدن که میتونن جنگ رو باز به یه زمین کشور دیگه بکشن. نگرانی که در عراق خیلی جدی وجود داره، همون نگرانی که در بخشی از لبنان وجود داره که شاید به جای اینکه در ایران جنگ بشه، جنگی بین حزب الله و اسرائیل سر بگیره. به خاطر اینکه همین چند مدت اخیر ما اگه نگاه بکنیم در عراق، خب بعضی از پایگاه‌های آمریکایی هدف خمپاره قرار گرفتن که آمریکا مشخصا ایران رو مقصر دونست. ولی نکتم اینه که جنگ میتونه اتفاق بیفته. همین پهبادی رو که زدن ظاهرا دستور از بالا نیامده بوده، یک افسر جز این تصمیم رو گرفته، معاشر رو کشیده و این موشک شلیک شده و پهباد زدن. بنابراین میتونه این اتفاقا بیفته، میتونه با اشتباه شروع بشه. یا فکر میکنن دو طرف ممکنه یک کار کوچیکی بکنن و این کار کوچیک محدود بشه، در صورتی که لزوما اینطور نخواهد بود. نکته آخر اینه که نرفتند همه طرف ها، عربستان، ایران و آمریکا هنوز نرفتن و دارن خودشون رو نگه میدارن، اینه که اگر جنگ شروع صورت بگیره هیچ کدوم از اینها سودی نخواهند برد، همه ضرر خواهند. یه نکته مهم تو این داستان هست، اونم این که به هر حال دونالد ترامپ و تیمی که با دونالد ترامپ اومدن و ریاست جمهوری آمریکا رو در اختیار گرفتن، شعارشون اول آمریکاست. اینها کسانی هستند که به صورت غریزی حداقل مخالف مداخله نظامی در کشورهای دور از آمریکا هستند. خیلی تمرکزشون روی سیاست داخلی و مسائل داخلی آمریکا است و اون هم به هر حال نقش ایفا میکنه. و در کنار این یه نکته مهم هست، از زمانی که دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا اون رأی‌گیری مهم رو در پارلمان بریتانیا سر ورود به جنگ سوریه باخت و بریتانیا وارد جنگ سوریه نشد، آمریکا میدونه که متحد اروپایی چندانی پیدا نمی‌کنه در یک جنگ، مخصوصاً در خاورمیانه. جالبه، چون اگه یاد باشه مکرون به آمریکا پیغام داد که ما رو درگیر جنگ در خلیج فارس نکن، یعنی منظورش اروپا و به خصوص ناتو بود که پای ما رو وسط نکش. من ببین دو تا موضوع هست که من فکر می‌کنم که ما باید حتما بهش اشاره کنیم و نباید جا بندازیم. یکی قضیه در واقع اون جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا هست. شما دیروز که داشتیم صحبت می‌کردیم یه موضوع جالبی رو تو بهش اشاره کردین که تأثیرش مثلا حتی رو گوشی‌های موبایل و چطور میتونه تأثیر بذاره رو زندگی همه ماها در آسیا، در آفریقا، در همه جا. اینو فقط اگه کوتاه بگی بعدم اون قضیه محیط زیستم. ببین داستان اینه که این جنگ تجاری بین آمریکا و چین از چند سال شروع شده، از وقتی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد این جنگ شروع شده. آمریکا معتقده که چین با مثلا دستکاری در نرخ برابری ارزش داره یک در واقع مزیت رقابتی ناعادلانه ای پیدا کرده و خیلی از تولید کننده های آمریکایی رو مثلا به ورشکستگی کشونده و الی آخر میخواد چین به هر حال کوتاه بیاد. اتفاقی که امسال افتاد اینه که شما از دور که نگاه میکنی خب جنگ بین دو تا ابرقدرت اقتصادی باعث شده رشد اقتصادی جهانی به گفته نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول حداقل 0.2% کم بشه. کل اقتصاد دنیا نرخ رشدش اومده پایین به خاطر این جنگه و مثلا مبادلات تجاری هم داره پایین میاد. ولی از اینا که بگذریم، ببین آمریکا سر این جنگ تجاری اومد شرکت هواوی که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده نه فقط گوشی‌های موبایل که تجهیزات مخابراتی هم هست، این رو کلاً تحریم کرد و نتیجه این تحریم این بود که این شرکت دیگه اجازه نداره توی گوشی‌هایی که با سیستم عامل در واقع اوپن سورس یا متن باز اندروید به بازار عرضه میکنه اپ ها و سرویس های گوگل رو بیاره. و نتیجهش این شد که خیلی
شرکتی که سریع ترین رشد رو در بین تولید کننده های بزرگ موبایل در همه جای دنیا داشت، از نظر سخت افزاری به خوبی هر تولید کننده دیگه ای هست، مثلا گوشی های عالی میزنه که تو همه جای دنیا به استثنای آمریکای شمالی بسیار پرفروشه و بسیار محبوب، یک دفعه یه بخش عمده ای از بازارش رو خارج از چین و هند از دست داد، به خاطر اینکه آدم ها اون چیزی رو که از گوشی موبایلشون انتظار دارن اینه که مثلا بتونن برن توی پلی استور گوگل مثلا اپ از اونجا دانلود کنن و اینها، دیگه اونا رو نداره. و این وسط یک شرکت بزرگ که یک قصه موفقیت بود در چین، بله، یه دفعه کاملا بازارش از دست داد. فکر میکنی که این میره به اونسان؟ چون ما معمولا دیدیم چینی‌ها وقتی که یه جوری میشه که نمیتونن، حالا به دلایل داخلی یا به دلایل خارجی، اونطور که تو گفتی مثلا تحریم آمریکا، نمیتونن از تولیدات آمریکایی استفاده بکنن، خودشون میرن اقتصاد مقاومتی به قول معروف، خودشون یه چیزی تولید میکنن که جایگزین میشه. بعدم خب جمعیت بالای 1 میلیارد دارن، در خود اون کشور هم به هر حال به سوداوری میرسه حتی اگه به بیرون هم نیاد. فکر میکنی دارن میرن به اون سمت؟ یعنی به زودی ما شاهد دو قطب فناوری هستیم، شاید هم حتی بیشتر از دو قطب. این چین سالهای ساله که دنبال این بوده که به جای توییتر ویبو داشته باشه، به جای فیسبوک ویچت داشته باشه، به جای ایبی و آمازون علی بابا داشته باشه و الی آخر. و یک کلن یک دنیای متفاوتیه وقتی میری توی چین از نظر قولهای اینترنتی، اصلا دیگه گوگل و اپل و آمازون نیستن، یه سری شرکت‌های چینی هن. ولی مسئله اساسی برای چین همیشه اینه که خارج از چین و شاید تا حدی هند مصرف کننده ها رو نتونسته قانع بکنه که حداقل به اندازه قولای آمریکایی قابل اعتماده از نظر حریم خصوصی و اینها. و در کنار این یه اتفاق دیگه ممکنه در سالهای آینده بیفته، اینه که بعضی دیگه از جمله اتحادیه اروپا هم این وسط نگرانن. یعنی اتحادیه اروپا هم ممکنه تلاش کنه که بیاد تبدیل بشه به یه قطب سومی در مقابل قولهای چینی و قولهای آمریکایی، هرچند که کار خیلی خیلی سختیه. و این وسط اتفاقی که داره برای بقیه دنیا میفته اینه که میبینن وارد یک جنگی شدن، بله، که الان به هیچ طرفش نمیتونن اعتماد کنن. زیرا برای جنبندی خیلی هم وقت نداریم، اگه بخوای بگی که موقعیت افغانستان در سال آینده با این دعواهای در واقع مربوط به انتخابات هم به کدوم سمت میره؟ کوتاه بگی به کدوم سمت میره؟ فکر میکنم که داستان انتخابات چند ماه دیگه دوام میکنه با توجه به جنجال هایی که بین آقای عبدالله و غنی هست، ولی بیشتر تصوری است که سرنوشت افغانستان مذاکرات طالبا و آمریکا تعیین خواهد کرد. و در نهایت اگر این مذاکرات منجر به این شود که طالبا بپذیرند که وارد سیستم سیاسی افغانستان شوند و به نحو یک انتخابات بپذیرند و اینها، بدون شک افغانستان در موقعیت بهتر قرار خواهد داشت به صورت عموم، اگر برای چند سال مثلا جنگ متوقف شود و اینا، با وجود از اینکه مجبور خواهد بود افغانستان یک دستاوردهای خود در زمینه حقوق زنها و حقوق بشر و آزادی بیان اینا شاید تا حد معامله بکنه با داخل ساختن طالبان سیستم. ولی از طرف دیگه واقعا مرتبط به این است که آقای ترامپ که بسیار غیر قابل پیش بینی است چی تصمیمی میگیره در مورد وضعیت منطقه. با این توضیحی که خیلی از بحثا رو ما جا انداختیم، باید چندین برنامه ساخت که بتونیم راجع به همه چیز صحبت بکنیم، اما خب سعی کردیم که خیلی از موضوعات رو پوشش بدیم. نفیسه، کسرا، ضیا و بهرنگ، ممنونم که در این بحث شرکت کردیم و ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه همراه بودید. شب و روزتون خوش.